نافرمانی مدنی زمانی شکل میگیره که درخواست برای تغییر از طرف شهروندان به گوش حکومت کنندگان نمیرسه. چرا حکومت‌های مستبد در برابر تغییر مقاومت میکنن؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه شرکت کنید. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنید. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم. مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد حوادث هنگ کنگ، جنبش نافرمانی مدنی که چند هفته اخیر هنگ کنگ رو به تسخیر درآورده. به نظر شما چرا دولت‌ها در برابر تغییر مقاومت نشون میدن؟ نافرمانی مدنی زمانی شکل میگیره که خواستهای مدنی به بنبست میرسه، راه مذاکره بسته میشه و دولت‌ها روی به خشونت میارن و شهروندان رو سرکوب میکنن. در برابر هر گونه تغییری مقاومت میکنن. چرا در برابر تغییر مقاومت میکنن؟ چرا در برابر انتخابات مقاومت میکنن؟ در سالهای اخیر به ویژه در قرن 21 مقاومت در برابر تغییر در سیستم‌های انتخاباتی یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری جنبش‌های مدنی و نافرمانی‌های مدنی بوده. از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما در یک ساعت پیش رو در میون بگذارین. اما اول اجازه بدین گزارش رو که همکارم پروانه هدایت آماده کرده ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما. رهبران حرکت‌های اعتراضی هنگ کنگ امروز چهارشنبه خواستار استعفای لیونگ چونگ یینگ رئیس اجرایی دولت محلی شدند. امروز با اینکه 5 روز از اعتراضات هنگ کنگ با هدف محاصره شریان‌های تجاری و مالی شهر می‌گذرد، به نظر می‌رسد بر دامنه تحصن‌ها و اعتراضات خیابانی افسوده شده است. چانکی مان، یکی از سازماندهندگان حرکت‌های اعتراضی به دولت محلی، هشدار داده به خواست‌هایشان رسیدگی کند. We all want to end this occupation as soon as possible. ما می‌خواهیم این اشغال هر چه سریع‌تر به پایان برسد، اما چه کسی می‌تواند به این وضعیت پایان دهد؟ من معتقدم وظیفه دولت است. اگر اونها به پرسش‌ها و خواست‌های ما پاسخ صادقانه بدهند، اشغال تمام خواهد شد. لیونگ چونگ یینگ باید فوراً کنار برود و به هنگ کنگ فرصت دهد تا درباره اصلاح قانون اساسی بحث شود. در جنبش موسوم به اشغال مرکزی در هنگ کنگ، جوانان و نوجوانان در صف مقدم قرار دارند. این نسل هنگ کنگ خاطره ای از سرکوب خونین میدان تیانانمن توسط دولت چین در ذهن ندارد. در جای جای اعتراضات پلاکارد‌هایی دیده می شود که بر آنها نوشته شده است نگذارید تیانانمن تکرار شود. موج اعتراضات اخیر زمانی آغاز شد که دولت چین با وجود وعده های پی در پی اعلام کرد در انتخابات سال 2017 نامزدها باید با تایید دولت چین در مبارزات انتخاباتی شرکت کنند. دولت چین که تاکنون در مقابل اعتراضات جاری سکوت اختیار کرده بود، از چند ساعت پیش با محدود کردن یاهو و دیگر سایت‌های اینترنتی به مقابله با جنبش مردم در هنگ کنگ برخاسته است. رهبران حزب کمونیست چین از این در هراسند که حرکت‌های اعتراضی هنگ کنگ به الگوی دموکراسی خواهی در سرتاسر چین تبدیل شود. هنگ کنگ تا سال 1997 در اجاره بریتانیا بود و از زمان سرآمدن مدت اجاره و بازگشت آن به چین به عنوان یک منطقه ویژه اداری تحت حکومت مرکزی چین اداره می شود. پروانه هدایت، صدای آمریکا. پیامگیر برنامه هست 202-382-7205. از همین الان میتونین با برنامه تماس بگیرین. پیام هاتون رو خواهش میکنم کوتاه برای ما بذارین. اگر میخواین حتما پیامتون در برنامه منعکس بشه، در دقایق اول برنامه تماس بگیرین، نذارین تا ثانیه های آخر. شما بعد از برنامه هم خیلی پیام دریافت میکنین که متاسفانه به هیچ طریقی نمیتونیم در برنامه منعکسش کنیم. منتظر پیام هاتون هستیم. مسعود. بله، جمشید از تهران با اسکایپ با ما. جمشید بفرمایید.
با سلام به شما. بفرمایید. به نظر من ابتدا باید از نافرمانی مدنی و اعتراض یک تعریف درستی ارائه داد. بفهم. چرا که این مسئله بعضی وقتها با جنایت و آشوب مخلوط میشه، یعنی بعضی وقتها جنایت و آشوب به ما میگیم نافرمانی مدنی. بله، ببینید مسئله این استش که الان نافرمانی مدنی و اعتراض و حالا مدل بزرگترش نوع انقلاب مخملی برای آمریکا و غرب تبدیل به یک تاکتیک شده تا از این مسئله در مقابل رقبا و مخالفانش استفاده بکنه. بنابراین این چیزی که امروز به عنوان نافرمانی مدنی گفته میشه به نظر من در نهایت احتمالاً قصد داره مثل اتفاقی که مثلا در اوکراین افتاد، مثل اتفاقی که مثلا آمریکا تلاش داشت در سوریه رقم بزنه میره که تا، یعنی شما الان حوادثی رو که در سوریه اتفاق میفته تایید میکنی؟ ببینید در سوریه ابتدا آمریکا اومد اجازه بدین تاریخ سوریه رو نمیخوایم مرور کنیم. اون چه که در سوریه اتفاق میفته شما تایید میکنید؟ ارتش سوریه حق داره که مردم رو بکشه؟ بیش از 200,000 نفر کشته شده. ببینید ما اینجا نمیخوایم بگیم که آیا ارتش سوریه حق داره چه کاری انجام بده یا نده. مسئله این هستش که اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاد به عنوان نافرمانی مدنی در واقع جنایت و آشوب بود. بله. که این به هر حال باید کنترل میشد. بله. ببینید مسئله بعدی این هستش که آیا این نافرمانی مدنی رو ما همه جا قبول داریم، یعنی بعضش به عنوان یه مسئله یاد میکنیم که حق طبیعی انسان ها میدونیم، یا فقط اگر در ایران و اوکراین و چین اتفاق میفته ما اینو قبول داریم، اگر در عربستان و بحرین اتفاق بیفته مثلا از این حمایت نمیشه، اگر در وال استریت مردم در آمریکا نافرمانی آیا به نظر شما اخبار دنبال میکنید جنبش وال استریت با خشونت پای پلیس سرکوب شد؟ ببینید سرکوب شد، نمونه دیگه‌اش در این سرکوب شهر شد، یعنی شما خبری دارین که سرکوب شد؟ چرا جنبش وال استریت به پایان رسید به نظر شما؟ آقای سفیری ببینید شما طوری صحبت میکنید حوادث آمریکا امروز اخبار و مردم در همه جای دنیا میشنوه و مطلع میشن. ببین حوادثی مثل فرگوسن کاملا موضوع رو برای همه جای دنیا مشخص کرده. شما اخبار فرگوسن رو از کجا دنبال کردید؟ ببینید آقای جمشید شما در مورد تاریخ چیزی یا مفاهیم یا تعاریف پدیده اجتماعی صحبت میکنید، میخواین تسریش بدین به دیدگاه های خودتون در امر سیاسی. این با موضوع برنامه ما نیست. شما نمیتونید شما اگر دلتون بخواد میتونید از اون چی که در سوریه اتفاق میفته دفاع بکنید، اما این وظیفه ما نیست. ما نمیتونیم که چشممون رو به کشته شدن جان 200,000 انسان ببندیم و اسمش رو بذاریم مقابله با خشونت و دولت مرکزی حق داشته این کارو بکنه. سپاسگزارم اومدین روی خط و نظرتون رو گفتین. سیاوش از قزوین با ما. سیاوش بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای سفیری و خانم ایران دوست. بفرمایید. خسته نباشید. میگم ممنونم. بفرمایید جناب آقای سفیری. از ادب کردم خدمت شما. عرضم خدمت شما. بفرمایید. حکومت هایی که استبداد را در پیش خود میگیرن میخواهن تفکرات خودشون را بر مردم دیکته بکنن و هر نوع خواسته ای که به حق از طرف جناها و احزاب باشه آنها را به صورت دیکتاتوری بر آنها تسلط یافته و یا اینکه آنها را به زندان و یا تبعید و یا تهدید و یا اینکه آنها را حتی به قتل می‌رسانند. اینی که در بسیاری از کشورهایی که این دوستمون فرمودن که انقلابهایی که صورت گرفته بود شامل حال این حکومت ها میشد، مثل حکومت بشار اسد و یا حکومت همین خود ایران ما. بله. که آزادی بیان در اون نیست، آزادی مطبوعات در اون نیست، آزادی حقوق بشر در اون نیست، آزادی زنان در اون نیست. آقای سیاوش به نظر شما چرا این حکومت ها با یک تغییرات جزئی مثل انتخابات مقاومت میکنن در برابرش، تن به تغییر نمیدن؟ عرض کردم چون که منافع خودشون در خطر است، چون این خودشون را سوار بر حکومت دانستن و هیچ موقع این تکیه بر عریش قدرت را حاضر نیستن از دست بدهند.
بله ممنونم سیاوش که اومدی روی خط. بله روز تا یکی از مواردی که احتمالاً در کاربران هم بهش اشاره کرده باشن، تاریخ این موارد، تاریخ نافهمانی مدنی بیشتر اعتراض‌های اجتماعی تا سیاسی. درسته، تعریفش هم همینطور گذاشتن. یکی از کاربرانمون به نام اهورا میگه معترضین دانشجویان هستند و جالب این هستش که رهبر این معترضین 17 سال بیشتر نداره. و در مورد نافرمانی مدنی هم میگه نافرمانی مدنی شاید تنها اعتراض صلح‌آمیز و بدون خشونت باشه، ولی از اونجایی که چین بعد از ایران با توجه به کثرت جمعیت دومین دیکتاتوری و بیشترین اعدام‌ها رو در حساب خودش داره، همیشه این گونه اعتراض‌ها رو به خشونت کشیده شده. در توییتر هم این روزها خیلی ها توییت میکنن، شاید هر ثانیه‌ای که شما مراجعه بکنین توییت های جدیدی رو میبینین، کاربران ایرانی و همینطور کاربران خارجی. یکی از کاربران به نام چالش در دو سطر توییت کرده که التهاب هنگ کنگ به نام دموکراسی محل توجه جهانی است، پتانسیل های بسیار گسترده میتوانند آبستن از این التهاب باشند. این هم نظری بود در توییتر. سعید هم یکی دیگه از کاربران هستش که میگه دیگه دوران چین و روس کمونیستی باید تموم بشه. این سعید نظرش رو در اینستاگرام هم برامون گذاشته بود. مسعود. بله داوود از استرالیا با اسکایپ با ماست، بفرمایید داوود. وقت خیر خانم ایران دوست، جناب سفیری صدام خوبه الان؟ بله بفرمایید. خدمت شما عرض بکنم که میدونید جناب سفیری، واقعیت اینه که از اول تاریخ اگر حالا تا اونجایی که در دسترس هست که نگاه بکنیم، همه ادیانی که وجود دارن به طور مشترک خدایی رو به مردم معرفی میکنن که اون خدا توی این ادیان قدرت مطلقه و توقع جز بندگی افراد اون جامعه نداره. این ویژگی همه ادیانه، حالا چه ابراهیمی چه ادیان بت‌پرستی و چه ادیان دیگه ای، و این خدا تمام قدرت مطلقه رو تو دستش داره. اما یه اتفاق خیلی بدی که افتاد از دقیقاً میشه گفت از 6 اوت 1945، این قدرت مطلقه خدا از دست خدا در اومد و افتاد دست انسان ها. امروز آدم ها میتونن با بمب اتم توی کسری از ثانیه همه چیز رو نابود بکنن. این عوض کرد جارو، اینه که امروز شما دیگه نمیتونید حکومت ها رو عوض بکنید، بخاطر اینکه حکومت ها کسانی هستن که دگمه های سپاسگزارم که به این موارد تاریخی اشاره کردی. نه. اما نکته که وجود داره که جنبش نافرمانی مدنی و اصولا نافرمانی مدنی و جنبش های مدنی تاریخشون برمیگرده به قبل از این ماجراها، مثل بعد از انقلاب و استقلال آمریکا، بعد از انقلاب فرانسه، حتی در موارد در انقلاب روسیه هم دیده شده، اما در آمریکا بیشتر دیده شده. اگر که لطف کنی در این مورد صحبت کنی ممنون میشم. من منظورم به همین جاست جناب سفیری، اینه بل. که امروز قدرت‌های دنیا خیلی اصلا دیگه جارو خالی نمی‌کنن، به خاطر اینکه تمام اون نیروی مهیب تو دستشونه. و همین خاطره که شما مثلا می‌بینید توی سوریه این همه کشتار میشه و به همین راحتی مناسبات قدرت به هم نمی‌خوره. به همین خاطره که شما مثلا می‌بینید توی آمریکا تظاهرات میشه و مردم یعنی که ما 1% هستیم، اما مناسبات قدرت عوض نمیشه. به همین خاطر توی ایران شما دارید میبینید این همه ساله که مردم دارن کشته میدن و قدرت ها تغییر نمیکنن، به خاطر اینکه قدرت های پنهانی پشت سر این قدرت ها هستن، پشت سر این اتفاقات سوری که ما میبینیم هستن و اونها دنیا رو در دست دارن. این واقعیتیه. من خیلی ساده لوحانه میبینم اگر کسایی میان روی خط و از آمریکا یا ایران یا سوریه یا فلان پشتیبانی میکنن یا حرفایی میزنن که عجیب و غریبه. دنیا امروز تقسیم شده است و کاملا مشخصه که یک عده خاصی همه رو دارن تهدید میکنن و اصلا جارو خالی نمیکنن. سپاسگزارم داوود از اینکه اومدی روی خط. داوود اعتقاد داره که تغییر امکان پذیر نیست و دولت ها تن به تغییر نمیدن. فرهاد از آمریکا با ماست. فرهاد شما روی خطیم. درود به شما و برنامه خیلی خوبتون. ممنونم، بفرمایید. شما عرض کنم جناب سفیری، یه پرنده اگه از اول بیرون از یه قفس باشه خیلی مشکل، وقتی تو قفس میذارید اون آخر یا دق میکنه یا خودشو به این منور میزنه مشکل، ولی یه پرنده که از ابتدا توی قفس بوده اگه شما در قفس هم باز کنید بره یه چیز بخوره باز برمیگرده، فکر میکنه زندگی همونه. این چیزی که شرایطی که فعلا مردم ما دارن. اما هنگ کنگ اینا تحت حکومت دموکراسی بودن قبلا، خیلی مشکله که بله. الان یکی از بزرگترین دیکتاتورهای دنیا، حکومت‌های دیکتاتوری چین، که الگوی رژیم ما هم هست، تمام این سرکوبا رو چین و روسیه به اونا یاد میدن،
مشکلی که بتونه اینا رو تحت سلطه خودش، ممکنه یه بار بکوبه دو بار، ولی به هر حال مقاومت در دراز مدت پیروز میشه، حتی در مقابل بزرگترین دیکتاتوری قدرتمند دنیا. چرا اینجوری فکر فراد چرا به چه دلیل اینجوری فکر میکنی؟ یعنی اعتقاد دارین که شما سابقه دموکراسی در واقع هنگ کنگ اونقدر قوی هستش که مردم هنگ کنگ تن به محدودیت نخواهند داد؟ من به این ایمان دارم، فکر نمی کنم جناب سفیری. خب اینا بودن در یه دنیای آزاد، بودن رفاه، آسایش از همه نظر، آزادی سیاسی، همه چی رو داشتن، اون چیزی که ما در رژیم قبل فقط تنها نداشتیم. ولی الان متاسفانه اونو که نداریم هیچی، حتی در اتاق خواب ما میان میگن، تصمیم میگیرن چه کار باید بکنیم چه کار، و ما خیلی آسون به اونا داریم تن در میدیم. اما من حرفم در مقابل این اشخاصیه که میان این حرفا رو میزنن. میگه فرگوسن، ببینید یه آدمی دزدی کرده، فرار کرده، مسلح هم بوده، حالا هرچی، یه پاسبان به اون تیراندازی کرد و اون از بین رفت، ولی رئیس جمهور این کشور دادستان کل کشور رو فرستاد، رفت اونا رو همه رو یکی یکی محاکمه کرد، بیرون آورد که ببینه جریان چیه، و اون مردم ساکت شدن و مردم فروشگاه ها رو و همه جا حمله کردن، همه کار کردن. آیا تو این ایران همچین چیزی هست؟ ستار بهشتی دو تا کلمه توی وبسایت نوشت، 82 نفر شاید خوانندم داشت مثل یک سیمت من گرفتن، یه رژیم، یه سیستم برد اونو شکنجه کرد، اعدام کرد و و و و یه نفر اومد گفت آقا من فکر نمی کنم تو شکم ماهی آقای مونس یا پونس نمیدونم تو دریا بوده و ماهی اونو نهنگ اونو قیه کرده، فکر نمی کنم. آخر اونو گرفتن اعدام کردن. درد من جناب سفیری، از مرد بزرگ آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، قدرتمندترین مرد سیاسی دنیا، اینه که دست دیکتاتورها و قاتلین رو در این مقطع که شاید فرهاد سپاسگزارم که اومدی روی خط و به این مواردی اشاره کردی در مورد نقض حقوق بشر. با برنامه روی خط صدای آمریکا هستیم که دیدگاه های شماست. بعد از یک تنفس کوتاه برمیگرد. عرصه‌ای در دنیای این روزهای داریوش. دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را، باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم. دوشنبه 14 مهر ماه ساعت 11 شب به وقت تهران در برنامه شباهنگ. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-72-05، منتظر پیام‌هاتون هستیم. اما در مورد مقاومت حکومت‌های مستبد در برابر تغییر صحبت کردیم. یک مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرده بود. عنوان این مطلب بود فایرچت اپلیکیشنی که به نیروی محرکه تجمعات هنگ کنگ تبدیل شده. درباره این اپ نوشته در این گزارش و اینکه در کمتر از 24 ساعت بیشتر از 100 هزار بار در هنگ کنگ این برنامه بارگذاری شده. استقبال تجمع کنندگان هنگ کنگی از فایرچت زمانی افزایش پیدا میکنه که جوشا وونگ از طریق توییتر و فیسبوک از معترضان خواسته تا با دانلود این اپلیکیشن با هم در ارتباط باشن. اهمیت این اپلیکیشن این هستش که نیازی نداره که از طریق اینترنت وصل بشن و از طریق بلوتوث به همدیگه وصل میشن و گفته آمار استفاده از این برنامه در تجمعات هنگ کنگ بی سابقه بوده، به طوری که در کمتر از 24 ساعت 800 هزار گفتگو میان تجمع کنندگان از طریق این شبکه انجام شده که نشون میده نقش بالایی در برگزاری تجمعات داشته. قبلا هم از این اپلیکیشن در تجمعات دیگه در تایوان، در عراق و ایران هم استفاده شده، ولی نه با این حجم. این رو گاردین نوشته. مسعود، بله، نقش ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی در حوادثی از این دست داره پررنگ میشه. احتمالاً بهار عربی هم یادتون هست. علی از ترکیه با ماست با اسکایپ. بفرمایید، شما روی خطی. با درود سلام به شما و تمامی همکارانتون. بفرمایید جناب سفیری. من احساس می‌کنم زیاد دارم صحبت می‌کنم، نمی‌خواستم امشب صحبت کنم، ولی خواستم با اون دوست اون که اول اومدن آقا جمشید یه صحبتی داشته باشم. بحث نم، تبادل افکار. جناب جمشید خواهد، شما اول اومدید فرمودید که حقوق مدنی
ولی اون مدرک تعریف نکردی. اگه تعریف می‌کردی حداقل من خوشحال می‌شدم، یاد می‌گرفتم از شما. حقوق مدنی به اینه، من اصلا نمی‌خوام بگم بشه اصلا بدی و خوب، حقوق مدنی به اینه که 12% تا 13% جریان علویه، بر 80% جریان نجاتایی و افکار دیگه در سوریه حکومت کنه. حقوق مدنی به اینه که پدر پسر 50 سال دائم مادام نوم رئیس جمهور بشن. آیا شعور اجتماعی جامعه اینو میپذیره؟ الان اصل ارتباطات جناب جمشید خان، ما باید اول حقوق بشر رو تعریف کنیم، شرع و وظایف رو بگیم که بشر چه حقوقی جلو چه وظیفه داره. هیچ کسی موافق آلیگارشی و هرج و مرج نیست، هیچ کسی موافق ضد آزادی ها نیست. اول باید آزادی رو تعریف کنیم، نه آزادگی رو. بعد بیایم بگیم حقوق بشر چیه، بعد بیایم بگیم که کی دیکتاتور کی نیست. الان اصل ارتباطات همینجوری که جناب سفیدی فهم بودن، ببینید رشد ارتباطات باعث شد در کشورهای عربی بسته نسل جوان چند دهه بلند بشه و اعتراض کنه به نوع سیستم حکومت. دست بحث شایسته سالاریه دیگه، نمیشه مردم محدود کرد. آقای همشون، من رو در روی شما قرار نگرفتم، ولی خواهشم به به عنوان یک انسان که حقوقی داری شما هم بیایید حقوق مدنی رو تعریف کنید تا من یاد بگیرم. من شرمندم، مزاحمتون نمیشم. خداحافظ. شب بر شما خوش. مجید از زوریخ با ماست، بفرمایید، شما روی خطیم. بله، من صحبت هم اینجوری شروع میکنم که خواهش میکنم، امروز واقعا زمان یه روشنگری هاست و زمان همینجوری که آقای علی هم در سخنانشون گفتن، واقعا باید مردم دیگه فهم از حقوق بشر رو دیگه تا حدودی درک کردن و میدونن که مسائلی که واقعا حق و حقوق یک انسان هست به چه شکلی هست. و زمان واقعا فهم شعور مردم حتی عامی هم که خیلی اطلاعاتی در زمانهای قبل نداشتن، حتی اونا هم امروز فهمشون در خیلی مسائل بیش از حد بالا رفته. و دولت‌ها باید واقعا به مسائل دموکراتیک اهمیت بدن و با مردم به صورت دموکراتیک واقعا باید رفتار بکنن و به عقاید مردم هم احترام بزنن. و قوانین کشورها باید دوباره به نظر من بازبینی بشه و با نظر و عقاید مردم نزدیکتر بشه و عمل بشه در اون، و تا اینکه در پشت درهای بسته باشه. و به نظر من چیزی که در امروز در رابطه با برنامه شما میگذره اینه که خب این شما نگاه کنید ببینید تمام اینها جوانهایی هستن که در سطح شهر هستن، البته با تهدید اینکه حالا به ادارات دولتی حمله میکنن یا اونها رو دست تصاحب خودشون میکنن. من موافق با این مسئله نیستم، اصلا چیزی که بخواد درش زور باشه و باید واقعا با صحبت کردن شاید بشه خیلی بهتر با این مسائل کنار اومد. ولی خب نمیشه گفت، میدونه خیلی چی مسائل هم در مسئله هنگ کنگ در پشت درهای بسته بوده که خیلی از این مردم که امروز در خیابان هستن با اینها هیچ اطلاعی نداشتن و امروز برای حق خودشون اومدن به خیابون ها و باید به این حق واقعا احترام داده بشه و دولت ها بشینن با مردمشون بهتر صحبت بکنن. و چیزی که امروز منو یه مقدار باز در رابطه، البته باز ممکنه به برنامه شما ربطی پیدا نکنه، در دو مسئله هستش. یکی ادامه اون آقای بروجردی هستن که در زندان هستن سالهای 85، این مسئله منو خیلی نگران کرد. آقای مجید، اون خبری که اشاره فرمودین در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده، ما در مقام رد یا تایید اون تکذیب اون نیستیم، امیدواریم که چنین حادثه‌ای رخ نده. سپاسگزارم که اومدین روی خط. بله، روزی تو مواردی دیگه هم که اشاره میشه اینه که در جنبش‌های مدنی اصولا سطح رفاه اقتصادی هم خیلی موثره، یعنی هر چقدر که جامعه ثروتمندتر باشه ابعاد و درخواست‌ها و ابعاد خشونت کمتر و درخواست‌ها اجتماعی‌تر و مدنی‌تر. این در مورد هنگ کنگ هم به چشم می‌خوره. درسته، توی توییتر هم یکی دو نفر به همین مسئله اشاره کرده بودن که جالب هستش که اینها با وجود اینکه امکانات خیلی خوبی دارن چرا این کار رو می‌کنن. کاربر دیگه‌ای در توییتش نوشته بود دلیلش اینه که اینها از آزادی کامل برخوردار بودن، دموکراسی داشتن و اطلاعاتشون و
اون روش های دستیابی به اطلاعات در جهان در دستشون بوده، به همین دلیله که به موقع این کار رو انجام دادن. این نظراتی بوده که در توییتر داشتیم. اما به نقش شبکه های اجتماعی اشاره کردیم در مبارزات مردمی و در نافرمانی های مدنی و گسترش اطلاعات. یکی دیگه از مطالبی رو که براتون آماده کردم خبر فیلترینگ اینستاگرام هستش که خیلی از خبرگزاری ها و سایت ها به اون اشاره کردن. الف هم در گزارشی گفته که اینستاگرام یکی از معدود سایت های خارجی در چین بوده که فیلتر نشده بود و حالا به دنبال افزایش خشونت پلیس چین علیه مردم هنگ کنگ و تلاش برای عدم اطلاع و آگاهی به صورت آنلاین از آنچه در هنگ کنگ میگذره در منطقه اصلی چین از دسترس خارج شده. دلیلش هم عدم انتشار عکس هایی هستش که در این تجمعات از طریق مردم منتشر میشده. در توییتر کوروس نوشته بهار دموکراسی چین در هنگ کنگ و پکن کلید خورد، باید منتظر بود و دید داستان چه می شود و داستان جالبی از کار در خواهد آمد. این نظر کوروس بود. یکی دیگه از کاربرانمون به نام جوزف در اسکایپ میگه نافرمانی مدنی متمدن ترین، سالم ترین، خردمندانه ترین و انسانی ترین راه تغییر یک رژیم یا حکومتیه که اکثریت مردم از اون ناراضی هستن. حکومت های دیکتاتوری شوربختانه جلوی هر حرکت مردمی رو که به نفعشون نباشه به هر شکلی که باشه سرکوب میکنن. حالا مردم از هر دری که بخوان وارد بشن متاسفانه آخرش زیانبار خواهد بود و فاجعه به بار میاره، ولی مهم دموکراسی هست. و اشاره کرده به ایران و البته قبل از اون اشاره‌ای کرده به تجزیه طلبان اسکاتلند که میگه چون آزادی داشتن تونستن با آزادی تمام رأی‌گیری بکنن و اکثریت هم برنده شدن و امیدوار هستش که یک همچین اتفاقی هم در ایران بیفته. مسعود، بله البته روند مسئله که در اسکاتلند روزتون اشاره کرد از طرف اون کاربر اشاره کرد با روند فدرالیزم و روند جدایی خواهی در سراسر دنیا متفاوت، نباید بین اینا فاصله گذاشت که آخرت مبحث نشه. امیر از تهران با ماست. امیر شما روی خطیم، بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما جناب سفیری عزیز، بفرمایید. میخواستم عرض کنم خدمتتون که به نظر من احترام به حقوق بشر و احترام به دموکراسی اولین عامل اصلی رأی دادن به هر نماینده و کاندیدای ریاست جمهوری است که به نظر من هر دولتی و هر حکومتی باید به حقوق بشر خودش احترام بگذاره. سپاسگزار از شما و وقت شما را خیلی. ممنونم امیر. آقای مقامی هم از تهران با ما هستن. آقای مقامی بفرمایید. داوود از اصفهان با ماست. داوود بفرمایید. من هم خدمت شما و تمامی همکارانتون عرض سلام و خسته نباشید دارم. ممنونم، بفرمایید. می‌خواستم بگم نافرمانی مدنی مثلا همین هنگ کنگ که امشب یه جورایی برنامه‌اش هست، باید گفت که مردم هنگ کنگ تظاهرات مسالمت‌آمیزی شروع کردن. اونجا که سعی کردن خواستن که مثلا به اون جایی که بکشید خواسته هایی داشت که خواسته های برحقی بود، نافرمانی مدنی در کار نبود. چند روز یه واقعا حتی اقل دو هفته ای هست وقتی میبینن که اصلا هیچ توجهی نمیشه. مثلا چین که الان بخوای حساب کنی یکی از بزرگترین نقض کنندگان حقوق بشره. بله. به نظر من اگر همین تظاهرات مسالمت آمیز خودشون ادامه بدن و که دیدن هیچ راهی ندارن و به هیچ نتیجه ای نمیرسه، باید مرحله دوم همونطوری که خودشون گفتن تسخیر وزارتخانه های مهم تا به حقشون برسن، چون خواسته برحقی دارن. کشوری که 300 سال مستعمره بوده حالا میخواد آزاد باشه. دموکراسی که غیر از این نیست. دموکراسی که هیچ کشوری الان ازش حمایت نمیکنه. نقض حقوق بشر نه تو این کشور، اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهایی که مثلا نمیتونن واقعا اون خواسته هاشون رو بیان کنن. بله. وقتی طرف میاد چه تو کشور ما چه کشورهای دیگه یه تظاهرات کوچیک واقعا خواسته های برحقی دارن انجام نمیشه، خب مجبورن دیگه. حالا بعضی کشورها که اصلا دیگه جرأتش ندارن. ما کشورهای اروپایی بوده که سر یه گروشن یه مواد غذایی کوچیک یه تظاهرات مسلحانه انجام میدن به خواسته هاشون میرسن، به اون کشور میگن یک کشور دموکراسی.
حالا سوالی باشه در خدمت. داوود ممنونم که اومدی روی خط. به نیمه اول برنامه رسیدیم، بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به ادامه بس با دیدگاه های شما. You came to me in that hour of need when I was so lost, so lonely. You came to me. گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا با سامی یوسف، ستاره پاپ جهان اسلام. اومدی در اوج غم ها صدات کردم، اونجا بودی بدون تو. چهارشنبه 11 شب ایران، 3:30 بعد از ظهر واشنگتن. اللهم صل على سيدنا مصطفى مصطفى على حبيبك. در فیسبوکمون ماندانا یکی از کاربرانمون بوده که برامون نظر گذاشته، میگه سیاستمداران در چنین حرکت‌های هیچ نقشی ندارن، این مردم هستن که حرف اول رو میزنن. ماندانا از اتحاد مردم به عنوان روشی یاد کرده که میتونه در مقابل حکومت‌های مستبد بیسته و جواب بده. در مورد ایران هم میگه که مشکل مملکت و گرفتاری‌های ملت با تعارفات و تعاملات سیاسی حل نخواهد شد. در اینستاگرام ایمان یکی از کاربرانمون میگه آزادی حق هر انسانی هستش، چون انسان آزاد به دنیا اومده. آفرین. یکی دیگه از کاربرانمون هستش به کنایه میگه که اگر این مگه اینها گارد ضد شورش ندارن، از همون لباس مشکی‌ها که با سپر و باتون و چماق و شوک الکتریکی توی خیابون‌های ما بودن. و در توییتر هم آکیلا در توییتش از آخرین سانسور چین نوشته و اشاره ای داشته به سانسور اخیر یاهو توسط چین که مش ایبل این رو که در اصل مال مش ایبل رو توییت کرده. این وبسایت این رو در گزارشی عنوان کرده که حمله چین به یاهو آخرین سانسور تجمعات هنگ کنگ و به اینکه این بار دولت پکن در اقدامی بی سابقه با هدف قرار دادن وبسایت یاهو در چین اقدام به سانسور کرده و با فیلتر کردن برخی لینک ها و کلمات خاص در این موتور جستجوگر میخواد مانع گسترش اطلاعات درباره تجمعات اخیر هنگ کنگ بشه. این هم یکی دیگه از اقداماتی که البته چین انجام داده به خاطر اینکه این اطلاعات گسترش پیدا نکنه، به خاطر اینکه خب این جوونا دارن از این امکانات استفاده میکنن، به خصوص از شبکه‌های اجتماعی. مسعود. بله. کوهسار از تهران با ماست، بفرمایید. سلام قربان، شبتون بخیر. شب بخیر، بفرمایید. صدای من میاد؟ بله بفرمایید. صدای من مفهوم هست؟ بله بفرمایید. بله بفرمایید. این جمله‌ای که نوشتید عنوان برنامه‌تون از نظر املایی از نظر دستوری غلطه، من فکر می‌کنم. حالا اصلاح بفرمایید. بله بفرمایید. خواهش من این که در هنگ کنگ ببینید اطلاعاتی که شنونده‌تون اومد رو خط داد، من فکر کنم گفت 300 سال مستعمره بودن. اصلا هم چیزی نیست، اصلا از ورود انگلیس ها به کشور چین من فکر کنم صد و خو یعنی قرن اواسط قرن 19 هم بود. و ضمناً هنگ کنگ رو اجاره کرده بودن، یعنی انگلیس ها اجاره کرده بودن. سال 97 اجاره شون ظاهراً تموم میشد. حالا بین مستعمره و اجاره نشینی چندان تفاوتی وجود نداره، ولی بفرمایید شما نظرتون. بله. لا منظورم آخه ایشون گفت آقا چون اونجا مستعمره بود اینا الان حقشون رو دموکراسی داشته باشن. و الان این قسمتی از خاک چینه. چین به دلیل اینکه فراری نده، اینم خردورزی دولت مردای چین بود، برای اینکه این سرمایه دارا و کارخونه دارا و صاحب صنایع رو فراری نده، پذیرفت که اینجا با دو سیستم اداره بشه. درست. حالا دارن پشیمون شدن، حالا هم جای پاشون رو احساس کردن محکمه، میخوان دب در بیارن. و یعنی قرار بود این دو سیستم ادامه پیدا کنه. درسته. من میتونم یه نکته ای رو به نظر شما دولت چین موفق میشه؟ من فکر میکنم اگه کار به زورآزمایی و لشکر قطعا موفق میشه. یعنی بالاخره یه کشوری که 1,200,000,000 جمعیت، یعنی به نظر شما دولت چین میتونه فرار سرمایه از هنگ کنگ رو تحمل کنه؟ میتونه تحمل کنه، ولی بعید این کارو بکنه. یعنی اگر از این ریسکا میکرد کارش به اینجا نمیکشید. کشوری که خیلی پیش بینی میکردن با این انفجار جمعیت مردمش به گرسنگی خواهند افتاد، الان ظرف 30-40 سال از زمان دنگ شیاپینگ ببینید به کجا رسیده دیگه. اقتصاد دوم دنیا الان خیلی پیش بینی میکنن، آمریکا هم پشت سر میذاره، مردمش هم خیلی مرفهن،
ولی اون سیستمی که الان چین داره من البته یه نکته که فرمودین کوستار ممنونم که اومدین روی خط نظرتون رو گفتین. نکته که فرمودین که مردم چین در رفاه در خیلی رفاه زندگی میکنن با آماری که در جهان ارائه میشه نسبت تولید درآمد ملی و ناخالص ملی و درآمد سرانه متفاوته با اون نکته شما. آرمان از قبرس با اسکایپ با ما هستن. آرمان بفرمایید. سلام. سلام بفرمایید. عذرخواهی میکنم من اگر نظر مخالف شما داشته باشم که صدام قطع نمیکنم. نخه خب شما فهمیدید که آیا نافرمانی های مدنی اقدام خشونت آمیزه. خب این رو هم زمانی مطرح کردید که این نافرمانی ها تو بر علیه چین اتفاق افتاده، یک کشوری که از نظر سیاسی مخالف سیاست های امریکاست، یعنی تو دو قطبی هستن که در حقیقت شرق و غرب هستن و مخالف هم دیگه هستن. چرا وقتی که ما اقدام خشونت آمیز تو اوکراین داشتیم، چرا وقتی تو سوریه داشتیم، چرا وقتی تو لیبی داشتیم شما اعتراض نکردید، شما برنامه‌ای نذاشتید و به شما فکر می‌کنم برنامه‌ای صدای آمریکا رو دنبال نمی‌کنیم. ما هم به لحاظ خبری هم به لحاظ تحلیلی و هم در روی خط هر دو تا برنامه رو همه حوادث رو پوشش دادیم. میتونید به آرشیو صدای آمریکا در وبسایت صدای آمریکا مراجعه بکنید، برنامه‌ها رو ببینید، احتمالاً شاید در یوتیوب برنامه هم بتونید دنبال بکنید. اگر نظری داریم بفرمایید. خواهش می‌کنم در جریانات که تو اوکراین اتفاق افتاد حمایت شما از کسانی بود که داشتن اقدامات خشونت آمیز می‌کردن، شما یعنی اعتقاد دارین که مردم اوکراین اقدامات خشونت آمیز می‌کردن؟ خودتون دیگه خبرها رو خودتون انتشار میدید. من اطلاع ندارم. من شما رو الان شما روی خط هستیم، من که صحبت نمی کنم. شما اعتقاد دارین که مردم اوکراین به خشونت متوسل شدن؟ یعنی اون هواپیمای مالزیایی که با 290 نفر سرنشین در واقع سرنگون شد، مردم اوکراین با موشک زمین به هوا سرنگونش کردن به نظر شما؟ آقای وزیر مگه وارد مرکز پلیس نشدن؟ مگه ساختمان‌های اداری رو تصرف نکردن؟ اینا اقدامات مدنیه؟ آیا اینا نافرمانی مدنیه؟ تو لیبی چه اتفاقی افتاد؟ تو سوریه چه اتفاقی افتاد؟ یعنی اجازه بدین چون بحث دو نفره نشه. شما دولت سرهنگ قذافی رو تایید میکنید؟ ببینید بحث من الان تایید دولت سرهنگ قذافی، شما میگید تو لیبی چه اتفاقی افتاد؟ من میخوام بدونم که شما بفرمایید چه اتفاقی افتاد. مردم لیبی حق نداشتن دست به خشونت، یعنی شما اعتقاد دارین که مردم لیبی باید وای میسادن و دولت قذافی اونا رو میکشت؟ الان چه جریانی؟ این که الان چه اتفاقی افتاده میشه دو تا بحث. شما بفرمایید که در اون مقطع که ازش به عنوان خشونت نام بیبرین چه اتفاقی افتاد؟ خب در اون مقطع مردم اقدام خشونت آمیز کردن و حکومت وقت ملزم هست برای تامین امنیت افراد دیگه که مردم دیگه که تو کشور دارن زندگی میکنن در مقابل اقدامات. سپاسگزارم. نکته کلیدی همینجاست که شاید اختلاف نظر داشته باشیم در تعریف جنبش های مدنی. شما اعتقاد دارین که دولت ها حق دارن مردم و اعتراضات مردم رو سرکوب کنن؟ بله روزی تا اینم یک نظر میشه گفت که برشاید یک بابیه در بحث باز میشه روی خط برنامه همه کسایی که میتونن بیان و نظر خودشون رو بگن. یزدان در فیسبوک از کاربرانمون هستش، در مورد نافرمانی مدنی میگه که نافرمانی مدنی گرفتن و احیا و به کارگیری پتانسیل مرغوب در قسمت‌هایی از مفهوم مقابله هستش که کمترین آسیب رو نافرمانان برای نافرمانان به همراه داره و بیشترین برد پیروزمندانه رو که برمیگرده برای مفهوم مقابله و حتی خشونت. فقط میگه قسمتی از خشونت در نافرمانی مدنی دخیل میشه که همگام با رشد تمدن و شور بشری خودش رو حفظ کرده و اشاره دیگه ای هم این کرده به مسئله یک پارچه بودن مردم. یکی دیگه از کاربران در توییتر مارک لندر درباره این تجمعات هنگ کنگ این مطلب رو نوشته که البته ریتوییت کرده سرمقاله نیویورک تایمز رو، مؤدب مرتب اما سرسخت، معترضان هنگ کنگی انقلاب چتر را به نام خودشان ثبت کردند. این توییت مارک لندر بوده. و هوتن یکی دیگه از کاربرانمون هستش که میگه اتحاد و مقاومت رمز پیروزی هستش در مقابل رژیم‌های خودکامه توتالیتر که با سوء استفاده از مذهب یا مسلک و عوامیت مردم و فقر اندیشه و فقدان سواد واقعی بر اونها مستولی میشن. شهرام هم از کاربران دیگه‌مون هستش که میگه ما شروع کردیم اما پایانش رو بقیه دنیا دارن بهمون یاد میدن. پیامگیر برنامه‌مون هست 202 382 72
1205 منتظر پیام هاتون هستیم. دقایق آخر برنامه هستش، زیاد دیر نکنین برای پیامتون. همین الان میتونین تماس بگیرین. مسعود. بله، ارتباط ما با آقای مقامی از تهران برقراره. بفرمایید آقای مقامی، شما روی خطین. آقای سفیدی بفرمایید. ببخشید که مزاحمتون شدم. سلام عرض میکنم خدمتتون. سلام از ماست، بفرمایید. میخواستم بهتون یه مطلبی رو بگم. بفرمایید. میخواستم بگم که اینا پارازیت میندازن تو برنامه‌های شما. یکی اینو میخواستم بهتون بگم، یکی اینه که زنگ میزنن انتقاد میکنن و حرفای موزک ببخشید میزنن، خواهشتن اینا رو پخش نکنید. شما نمیدونید که ملت ایران واقعا چه مصیبتی دارن میکشن. آقای سفیری تو رو خدا به صدای ما رو به گوش جهانیان برسونید. بیشتر از این دیگه مزاحمتون نمیشم. خدا نگهدار. ممنونم. نظر آقای مقامی بود از تهران. آریو هم از تهران با ماست. آریو بفرمایید. سلام. سلام بفرمایید. وقتتون بخیر، شاد باشید. ممنونم. من والا امروز می‌خواستم، چون حسن برنامه شما اینه که برنامه صرفا سیاسی نیست، بیشتر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، از هر لحاظ ورزشی، حتی در همه زمینه‌ها هستش و همین باعث میشه که برنامه‌تون خیلی بیننده داشته باشه. ممنونم، بفرمایید. من در رابطه با هنگ کنگ میخواستم صحبت کنم، در مورد اینکه متاسفانه 99.9% ایرانی ها هنگ کنگ رو نمیشناسن. یه جزئی فقط در رابطه با هنگ کنگ توضیح بدم که الان تعداد ایرانی هایی که در هنگ کنگ زندگی میکنن به اندازه 10 تا 15 نفر هم نبودن. بعد از اینکه کنسولگری به وجود اومد، بعد تعدادشون به 20 نفر رسیده. این بله. کل ایرانی های داخل کشور، داخل همین حالا میگید مستعمره، حالا میگید هرچی که هست. ولی به نظر من مستعمره هم نبوده، چون اون آقا درست میگه، چون 1997 نه ببینید سال... در یک زمانی که در واقع دولت چین تحت حاکمیت بریتانیا قرار گرفت، وقتی که عقب نشینی کرد دولت بریتانیا با حکومت وقت این توافق رو کرد که 100 سال جزیره هنگ کنگ رو با تحت حاکمیت خودش داشته باشه به عنوان اجاره و هزینه میپرداخت. بعد صحبت‌های دیگری شد تا اینکه در سال 1997 در زمان آقای دنگ شیاپینگ اون 100 سال به پایان رسید و این حاکمیت واگذار شد به چین و سیستمی روی کار آمد به نام سیستم یک سرزمین دو سیستم. یعنی در واقع اون سیستمی که در هنگ کنگ بود ادامه پیدا کرد که سرمایه ها بمانند و کار این مرکز تجاری جهان، یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان بگرده. چین به تدریج بعد از همه فرمایشات شما درست، اما چین به تدریج دید نمیتونه یه دفعه مقابله کنه، چون کل مردم هنگ کنگ نه زبونشون با زبونی که تدریس میکنه دولت مرکزی یکیه، زبونشون جنوب چین اصلا فرق میکنه با زبون شمال چین و هم خود نژادشون رو تا حدودی فرق میدونن. همین که تو این 100 سال به قدر انگلیسی یاد گرفته بودن که حتی دینشون هم تغییر دادن، به مسیحیت اختلافات بیشتر شد و از این نظر خودشون رو، اتفاقا انگلیس هم بر اساس همین موضوعاتی اختلافاتی که از قبل وجود داشته هنگ کنگ رو انتخاب کرد و الان هم نتیجه رو میگیره، چون خیلی تنفر دارن از چینی ها موقعی که باهاشون صحبت میکنین. بله. خیلی صحبت میکنن. فکر میکنین که دولت فکر میکنین که این اعتراض به فرجام میرسه، به نتیجه میرسه؟ نه، چون تنفر زیادی دارن از چینی ها. البته یه جهت خوشحال بودن، میگفتن که این همه به قول معروف توریستی که میاد داخل هنگ کنگ تا 100 سال آینده ما وضعمون خوبه، اما به قضی حجم زیاد شده بود دیگه. این اواخر دولت چین هم انگار زیاد کنترل نمیکرد. در ضمن بریتیش پاسپورت داشتن هنگ کنگیا و البته تابعیت دوگانه برطرف، تابعیت دوگانه لغو شد. آریو سپاسگزارم، چون زمان برنامه کمه. عذر میخوام، یه پرانتز یه بوزی بگم. ما ایرانی ها هیچ کدوممون نمیدونیم، اینو یه مورخ تاریخی هنگ کنگ، اونی که تو استاد دانشگاه است، گفته بود که ایرانی ها این پلی که ساختن در هنگ کنگ و این دانشگاهی که هستش توسط ایرانی ها ساخته شده، اینو کنسولگری
میدونه ولی هیچ کاری نمیکنه و مردم ایران هم هیچ کدوم نمیدونن و متاسفانه این هم جزو چیزایی که مسکوت مونده. سپاسگزارم آریو، ما هم خبر نداریم. این نظر آریو بود، ممنونم اومدین روی خط. به اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برگردیم. آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. در توییتر رادیو فردا توییت کرده اعتراضات در هنگ کنگ به سالگرد جمهوری خلق چین کشیده شد و اشاره کرده به همون گزارشی که منتشر کرده. در این گزارش گفته در حالی که مقام‌های حکومت چین و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ 65مین سالگرد روز ملی جمهوری خلق چین رو برگزار می‌کنند، معترضان هوادار دموکراسی در هنگ کنگ بی‌توجه به خواست مقام‌های دولتی به اعتراض‌های ضد چینی خودشون ادامه دارن میدن و شماره راهپیمایان در حال گسترش هستش. به گزارش روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست هم که چاپ هنگ کنگ هستش، میگه رهبران جنبش اعتراضی سنترال را اشغال کن سه مرکز اصلی برای تجمعات خودشون در روز 9 مهر ماه که اول اکتبر هستش امروز بوده اعلام کرده بودند و از دانشجویان و راهپیمایان خواسته بودند که در اونجا تجمع بکنن. و یکی دیگه از کاربرانمون هم به نام ببخشید توماس در اسکایپ این نظر رو برامون گذاشته. توماس میگه نافرمانی مدنی الزاماً خشونت آمیز نیست و معمولاً خشونت از جانب اون که جای محکمتری داره، یعنی حاکمان همیشه اعمال میشه، نه کسانی که اعتراض دارن و به خیابان میان، یا اینکه فقط حکومت‌های مستبد نیستن که در برابر تغییر میگه مقاومت میکنن، همه در برابر نافرمانی مدنی مقاومت میکنن، چرا که تغییر هزینه بردار هست و امتیازاتی رو از اون شخص میگیره، شاید از جایگاه که دارن اونها رو برکنار میکنه و جایگاه پستری در جامعه بهشون میده. شاید این علت مهمش هستش که میگه با تغییر اینها مخالفت میکنن. بله با تغییر مخالفن، تن به تغییر نمیدن دولت ها و این به تبدیل میشه به جنبش های مدنی و درخواست های سیاسی. رها از آمریکا با ماست. خانم ببخشید شما روی خط هستید. الو بفرمایید. درود بر شما آقای سفیدی. ممنونم بفرمایید. اینکه از جنبش وال استریت صحبت میکنه، اینا کمونیستا بودن، میگفتن 1% مردم اینجا در آمدن دسته 1% بقیه نیست. این کمونیستا بودن که چشم دیدن این کشور آمریکا رو ندارن و بعد اومدن اینجا زندگی میکنن. خب چرا نمیرن کوبا؟ بعد سردسته این کمونیستا هم مایکل مور بود. میدونین که این مایکل مور هم مرام کمونیستی داره، اینا رو جمع کرده بود آورده بود اونجا که تظاهرات بکنن، در صورتی که این آمریکا یه کشوریه که خیلی منصفانه رفتار میکنه، با این کمک میکنه به اونایی که حتی کرای خونه شدن ندارن بدن و به کیها کمک میکنه، همسایه های آمریکا از کشور جهان سوم به بیگانه ها کمک میکنن، اینا پول غذاشونه بده، پول داروشونه بده، همه چی مجانی اینجا برشون. ممنونم خانم. کار میکنن ولی تقلب میزنن، کش میگیرن، پول نقد میگیرن از صاحبکارا، از اون ور میگن کمک دولتی میخوان استفاده کنن. سپاسگزارم خانم رها، اومدین روی خط. زمان برنامه ما کمی. مهدی هم از آمریکا با ماست، بفرمایید شما روی خطیم. مهدی از بفرمایید از واشنگتن با ما هست. بله بله سلام عرض کردم خدمت شما. نافرمانی مدنی رو ملت ها انجام میدن. بله ملت ها میکنن. ما در ایران اسم ما در زمان قبل پیش از انقلاب اسم ما ملت قهرمان ایران بود، بعد از انقلاب شدیم امت شهید پرور. ملت و امت تعریفش با هم فرق میکنه. ملت. البته آقای مهدی ما الان موضع برنامه‌مون پرداختن به این واژگان سیاسی که ناشی از آموزه‌های دینی هم هستن نیست. بله بله عرضم حضور شما که منظورم اینه که به طور کلی در هر سیستمی تعدادی سود میبرن، منافع دارن،
چه هیتلر باشه چه چنگیز باشه، اینها حاضر نمیشن که این سیستم به هم بخوره، تغییر کنه. اینها سعی میکنن که همینطور باقی بمونه و منافعشون حفظ بشه. این که خدمت شما عرض کردم برای اینه که ما ملت تصمیم میگیره، امت براش تصمیم میگیرن. ما این تفاوت‌ها رو داریم. ما تا زمانی ملت نیستیم حقوق مطالبه نمیتونیم بکنیم، این وضعیتمونه. من خدمت شما سپاسگزارم، اومدین روی خط و نظرتون رو گفتین. بله اینم یک تعبیر هست از واژگانی که در ادبیات سیاسی ایران رایج شد. مسعود، یکی از کاربرانمون مقایسه کرده این تحصن و تجمعی رو که در هنگ کنگ جوانها داشتن. میگه در هنگ کنگ اولا آزادی های مدنی وجود داره و وقتی که این مردم روی زمین نشستن و پلیس کاری با اونها نداره، همین نشون دهنده همینه. ولی مثلا فکر کنین در ایران چنین اتفاقی میافتاد و سریعا مردم رو به جرم های واهی دستگیر میکردن و اونقدر با باتون یا گاز فلفل میزدن که امکان تحصن اصلا وجود نداره. مردم ایران اگر آزادی های مردم هنگ کنگ رو داشتن، اصلا مشکل دیگه‌ای به طور اساسی نداشتن. این نظر سپهر بود که در فیسبوک برامون گذاشته بود. در توییتر هم اینسپایرشن توییت کرده که مردم هنگ کنگ رو برای دستیابی به آزادی حمایت کنیم. این نظری بود که در توییتر داده بودن از کاربران. البته در مورد همین که حمایت بکنن، توییت‌های خیلی زیادی من نگاه کردم، به خصوص توییت‌هایی که از کشورهای دیگه بود که اینا خیلی براشون جالب بود و میگفتن اینا رو ما باید حمایتشون بکنیم که دست پیدا بکنن یکی به دموکراسی، به آزادی. اینها توییت‌های مختلفی بود با همین مضمون. نقش انکارناپذیر شبکه‌های اجتماعی در تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرن 21. صادق از تهران و اسکایپ با ماست. بفرمایید، شما روی خطیم. سلام. آقای سفیری، من واقعا برای شما متاسفم که در صدای صادق قطع شد، من متوجه نشدم ادامه برنامه‌اش رو. اگر که تونستی مجددا بیاین روی خط. محسن از اصفهان با ماست. محسن بفرمایید. الو. بفرمایید. الو. بفرمایید، صدای شما رو داریم. بله، صدای شما پخش میشه. سلام آقای سفیری، شب بخیر. شب بخیر. عرض به خدمت شما، این موضوع که امشب شما دارید دلش اینه که دولت ها زیربار نمیرن و نافرمانی مدنی. بله. اصطلاحاتی یه چیزایی است در جهان، اگر اینا عوض بشه، مثلا کشور سعودی است به نام آل سعود، در جایی که این آل سعود بن لادن هم هست، دیگران هم هستن، اینا مالک میدونن. یا مثلا در لیبی سرنگ قذافی کتابی مینویسه به نام انقلاب سفید و خودش را خلیفه خطاب میکنه. خب قاعدتا این نمیتونه از مردم برتابه که حقوقش را بخوان. یا مثلا زمان ایران خودمون وقتی شاهنشاه صحبت میکرد، ایشون میگفت ارتش من، دولت من، مردم من. ببین این مسائل است که نمیتونن. من یه پیشنهادی دارم. بله. مطرح بشه شاید خوب باشه که بیایم ما انسانها یک، طول عمرمون رو ببینیم که خب 60-70 سال بیشتر نیست، ارزش اینا رو نداره. دو، بیاییم یه زبان بین المللی که کلماتش از تمام اقوام داخلش باشه. بند. یه دین بین المللی که از هر کدومش یه جا باشه. انرژی در آسیا، تکنیک در اروپا، در غرب، و بیاییم مبادله بکنیم دیگه. بعد البته اگر این کار کردیم، آقای سفیری شما هم بیکار میشین، باید برید دنبال یه کاری دیگه، کاری دیگه انجام بدید. ولی به هر جهت این مسائل هست. اینا برای رسیدن به دموکراسی شما نگران ما نباشین. اجازه بدین من با شما خداحافظی کنم. صادق از تهران ارتباطش با ما برقرار شده. بفرمایید صادق. صادق از تهران با اسکایپ. یکی از بینندگانتون به حضرت یونس چرا سکوت کردید و خندیدید؟ این واقعا کار از شما صحیح نبود. بله. این فرد به یک پیامبر آسمانی توهین کرد و شما لبخند زدید، خندیدید در مقابل وقاحت یک فرد. من واقعا از شما همچین انتظاری رو نداشتم که شما هیچ گونه برخوردی با این فرد نداشته باشید. آیا اگر کسی دیگه این کارو میکرد، به خود شما توهین میکرد، آیا شما همینجوری سکوت میکردید؟ بفرمایید، شما نظر خودتون رو بفرمایید. بنده نظرم اینه، تا موقعی که امثال شما که در مقابل این گونه توهین ها خیلی راحت میخندید و میگذرید، هیچ گونه اتفاقی در دنیا نخواهد افتاد. قربان شما. سپاسگزارم که اومدین روی خط. این هم نظر صادق بود در مورد روند دموکراسی خواهی.
دنیا از کاربران فیسبوکمون در مورد نافرمانی مدنی میگه برای اینکه تغییر و پذیرش درخواست‌های مردمی که خواست‌های دموکراتیک دارن یا حتی ممکنه درخواست‌های صنفی داشته باشن که میگه در هر دو صورت میتونه زنگ خطری باشه برای فروپاشی نظام‌های زورگو و استبدادی، به همین خاطر هستش که اجازه به تغییر نمیدن. این نظر دلنیا بود که در فیسبوک برامون گذاشته بود. مسعود، در آخرین دقیقه برنامه روی خط هستیم. دانیال از آمریکا با ماست، بفرمایید. درود بر شما آقای سفیری، همچنین خانم ایران دوست و ممنونم، بفرمایید. من در جواب این توهینایی که به شما میکنم فقط میتونم بگم روزگار غریبی است نازنین. ما صبر میکنیم و اونایی که اعتماد به نفس دارن آینده روشن میکنه. و نظرم راجع به اینم اینه که ببینید، به هر صورت حالا بهار عربی اومد، دیدیم چه اتفاقاتی پیوست. به نظر من این پاییز سرنگونی حکومت‌های دیکتاتوری یا دولت‌هایی که هنوز باور ندارن که مردمشون میتونن در دموکراسی انتخاب داشته باشن و اون رهبران دیکتاتور هم اگر اعتماد به نفس دارن که میتونن اجازه بدن مردم انتخاب کنن، و اگر هم اعتماد به نفس ندارن از سرنوشت دیکتاتور درس بگیرن و حداقل جون خودشون رو نجات بدن یا حداقل شرایط کشورشون رو به طرف جهنم نبرن، مثل خاورمیانه، مثل بشار اسد، مثل حکومت‌هایی که به هر صورت سرنگون شدن. ولی اینا راجبه، به خصوص راجبه چین و هنگ کنگ، به این صورت میگم که شرایط اونجا فرق میکنه. به هر صورت چین با توجه به تجربیات قبلیش سعیش میکنه که این شرایط اونجا کماکان ادامه بده، یا مثل شورای نگهبان آقای خامنه‌ای بخواد مردم رو به انتخاب بد و بدتر بذاره. ولی با توجه به اینکه نقش حالا یکی از کشورهای شورای امنیت و نقش جهانی که دارن به هر صورت و اون حمایت افکار عمومی که به دست میارن، شرایط سرکوب اونجا نمیتونه مثل خاورمیانه باشه که لازم باشه مثلا ائتلاف جهانی بره رو سر آقای بشار اسد و حسن نصرالله و ابوبکر. دانیال اجازه بدیم من با شما خداحافظی کنم. ممنونم که اومدی روی خط. محمد از خوزستان با ماست. محمد، ما زمانمون فقط خیلی کمه، بفرمایید. سلام جناب آقای سفیری، ما رو گذاشتید آخری و هر چه ان شاء الله شب‌های دیگه شما تشریف بیارید مهمون اول ما باشین، بفرمایید. زنده باشید. هر چه خدمت شما، می‌خواستم خدمت حضرت عالی عرض بکنم و همه بینندگانتون که الان این جریانات، این مسائل های انقلاب ها به قول شما بیشتر منافع سیاسی تحت شعاع قرار گرفته. مثلا در همین ارشاد خدمت شما فیلیپین رو، نمیدونم عرض میشد خدمت شما اوکراین و کشورهای عربی و اینها، این مسائل خواست مردم بیشتر منحرف میشه، یعنی انقلابات مردم منحرف میشه. و این انحراف کننده هم اولین مطلبی که عرض میشد خدمت شما میشه پیگیری کرد فقط خود امریکا هست. یعنی امریکا دخالت میکنه در امور کشورهای که انقلاب میکنن و مسیر انقلاب رو تغییر میده. به نظر من که یعنی به نظر شما الان در حوادث هنگ کنگ امریکا باید چیکار بکنه؟ مردم هنگ کنگ در برابر در واقع انتخابات مقاومت میکنن. به نظر من بذاره به عهده خود مردم، دولت محلی اونجا، و عرض میشد خدمت شما کسی که قیمش هست. سپاسگزارم محمد، اومدی روی خط. بله، با برنامه روی خط بودین هستین در مورد نافرمانی های مدنی. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم، همراه ما بمانید. در ادامه فساد مالی منتسب به دولت محمود احمدی نژاد، دو نماینده مجلس کمالالدین پیرمؤذن و ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران مدعی شدند که سه صراف در سال 1390 با استفاده از رانت و با همکاری بانک مرکزی در دولت سابق 7000 میلیارد تومان سود بردند. خبر دیگه‌ای که براتون آماده کردم و همینطور که در مورد اهمیت شبکه‌های اجتماعی صحبت کردیم و مخالفتی که این مضمونی هست، دقیقاً تیتری هستش که رادیو فردا زده، مخالفت ضمنی وزیر ارتباطات ایران با بستن شبکه‌های اجتماعی. و رادیو فردا در این مطلب میگه که محمود واعظی وزیر اطلاعات روز چهارشنبه 9 مهر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا درباره مهلت یک ماهه قوه قضاییه به وزارت ارتباطات برای بستن و کنترل اپلیکیشن‌های واتساپ و وایبر و تانگو برگشته، گفته یه مقدار مهلت بیشتری نیاز دارن ولی این کار رو انجام خواهند داد. مسعود،
بله حتما در ادبیات سیاسی ایران شنیدین هفته دفاع مقدس سالگرد جنگ ایران و عراق. این روزها ناگفته های بسیاری رو فرماندهان سابق سیاستمداران در موردش میگن. شما چی شنیدین؟ 202-382-7205 پیامگیر برنامه‌مون از همین الان درباره موضوع فردا میتونین تماس بگیرین و برای مون نظر بذارین. شب بر همه شما خوش، تا فردا شب. روز شبتون خوش.